برخی مناطق شهر تهران روز پنج شنبه 21 تیر با 5 ساعت قطعی برق مواجه بودند. این قطعی برق کم سابقه همزمان با تعطیلی 13 استان کشور رخ داده و رسانه‌های داخلی و مقامات سعی می‌کنند آن را به گرمای هوا و افزایش مصرف نسبت بدهند. این در حالی است که حکومت ایران با وجود اعتراض جامعه بین‌المللی و قیمت تحریم‌های و تحریم‌های گسترده ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم رو چند برابر کرده و دائم هم سانتریفیوژهای جدید نصب می‌کنه، با این ادعا که برنامه هسته‌ایش فقط برای تولید سوخت نیروگاه برق. برای بررسی ابعاد قطعی گسترده برق در چندین استان در ایران گفتگو می‌کنیم با عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی که از برلین آلمان با ما همراه شدند. درود بر شما آقای حسینیان. پرسش نخست من درباره مطالبه مردم از جمهوری اسلامی. بسیاری از مردم میپرسن سالهای طولانی سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی فشارهای بیشماری رو به مردم وارد کرده، الان که با کمبود برق مواجه شدن، مشخصا برقی که از نیروگاه اتمی بوشهر تولید شده کجاست؟ شما وقتتونم بخیر. برق نیروگاه اینجور که خودشون میگن تقریبا 1000 مگاواته و ما امروز رکورد 77000 مگاوات برق رو شکستیم، یعنی مصرف برق ما هم 77000 مگاوات برق بود امروز و چیزی که زیر 1%، یعنی نیروگاه اتمی بوشهر با تمام اون حجم سرمایه گذاری که انجام شد و این حجم تحریم ها و هزینه‌ای که به مردم ایران و کشور ایران تحمیل کرده، حتی 1% هم نتونسته تا الان برقی که مورد نیاز مردم ایران رو تامین کنه. این قطعی برق گسترده در ایران جز سوء مدیریت و ناکارآمدی جمهوری اسلامی دلیل دیگه ای هم میتونه داشته باشه؟ ببین در رابطه با قطع برق، من برنامه قبلی شما هم فکر کنم توضیح دادم که بخش بزرگش در زمینه انرژی و ناترازی برق مشکل سوء مدیریت و ناکارآمدی جمهوری اسلامیه. این سوء مدیریت میشه ما در بخش‌های مختلف توضیح بدیم و ببینیم و تشریح کنیم، اما یه نمونه بارزشو من بخوام مثال بزنم در رابطه با قیمت‌گذاریه. یعنی شما حتی در سوسیالیستی ترین کمونیستی ترین کشورهای جهان هم نمی‌بینید که یک کشور اینقدر همه قیمت‌ها رو کنترل کنه و نگفتن که بخش خصوصی وارد تولید حالا برق بشه. مثلا همین الان از سال 97 به بعد دولت تمام صنایع بزرگ رو مجبور کرده که واسه یه دوران گرم سال واسه خودشون نیروگاه کوچیک بسازن، تابستون اون برق رو مصرف کنن تا تولیدشون از بین نره و تعطیل نشه خط تولید. دوران زمستون که دیگه پیک مصرف برق نداریم، این برق رو به دولت بفروشن با اون قیمتی که دولت تعیین کنه. یکی از ناکارآمدی‌های جمهوری اسلامی دقیقاً همینجاست که هیچ بخش خصوصی، چه خارجی چه داخلیش، با اینکه ما شرکت‌های قدر برقی داریم که حالا اگر خصولتی هم باشن شرکت‌های قدری، به خاطر این قیمت پایین راضی نمیشن نیروگاه بسازن. این در انرژی‌های تجدیدپذیر مثل بادی و خورشیدی هم هست، در رابطه با نیروگاه سیب ترکیبی، نیروگاه حرارتی هم بوده و هست.